عطر وانیلی معمولا بازخورد خیلی خوبی دارن، مخصوصا اینکه هوا یه مقدار خنک‌تر بشه. هم یه حس خوشمزه طوری دارن، هم وقتی که روی پوست میمونن مخصوصا توی ارتباطات دو نفره عملکرد خیلی خوبی داره. یعنی وقتی روی پوست میمونه واقعا یه حس خیلی جذاب و دعوت کننده ای داره. خب من براتون چند تا عطر وانیلی آوردم که یه سریاش مردونن، یه سریاش زنونن، حتی یه سریاش هم یونیسکس هن، یعنی هم خانوما میتونن ازش استفاده کنن هم آقایون. اولین عطر مالی پگاسوس که آشنا خیلی از آقایونه، یه ترکیب ادویه‌ای در کنار حالا اون حس چوبی داره و در بستر وانیل قرار داره، یکی از عطرهای پرطرفدار وانیلی مردونه محسوب میشه. خب برند مارلی خیلی تخصص داره تو عطرهای وانیلی، تو خیلی از عطرهاش رد وانیل دیده میشه. بریم سراغ عطر بعدی از برند ایف سن لوران، عطر لیبر، البته نسخه لپارفومش. خب لیبر لپارفوم به نسبت هم لیبر ادو پرفیوم هم ادو پرفیوم اینتنس یه مقدار پخش ماندگاریش بیشتره، ولی خب فضای وانیلی و گورماندش هم خیلی بیشتر شده و سنگین‌تر شده. البته این فضای وانیلیه میگم توی هوای خنک خیلی قشنگ‌تر میتونه خودشو نشون بده. شاید مثلا لیبر ادو پرفیوم 4 فصل باشه تقریبا، اما لیبر لپارفوم فقط باید تو هوای خنک ازش استفاده کنید، خیلی هم استحال رسمی طوری داره. عطر سوم که عطر یونیسکسه، از برند کازوموراتیه، کازوموراتی ایتالیکا. خب ایتالیکا یه ترکیب خیلی جالبی از فضای وانیلی، یه حس لاکتونی خیلی جالبی داره، فضای وانیلی شیری و یه مقدار میشه گفتش که خوشمزه طوری داره. ترکیب این سه سبک با هم خیلی رایحه رو جذاب کرده، ولی من احساس میکنم مثلا شاید خانوما بیشتر با این سبک رایحه کنار بیان و این حس وانیلیش در کنار اون حسش میشه گفته مثلا تافی تور داره، این حس تافی توره، اون حس شیری ماننده خیلی رایحه رو خوشمزه کرده. فکر میکنم خانوما بیشتر این سبک رایحه رو بپسندن. اما یه عطر دیگه که این سری دیگه واقعا زنونه است، عطر لیرا، عطر لیرا از برند کازاموراتی. خب لیرا تفاوتش با ایتالیکا اینه که یه مقدار اون حس شیرینی وانیلیش بیشتره. من همیشه اینو تشبیه میکنم به اون مایه پنکیک قبل از اینکه کاملا بخواد سرخ بشه توی اون ظرفی که داری درست میکنید، حس حال اونو داره، حس حال این خمیر شیرینی طور داره. این فضای حالا شاید لاکتونی رو خیلی نداشته باشه، بیشتر یه حس وانیلی کاراملی طور، شکلاتی طور داره کازاموراتی لیرا. اما عطر بعدی از برند مانسرا، مانسرا اینستنت کراش. خب یه شبیه به عطر کیلیان آنجستشر میشه گفتش، اون فضای مشروبی طوره در بستر حس وانیلیه، فضای چوبی و ادویه‌ای هم توش دیده میشه، جایگزین خیلی خوب میشه برای کیلیان آنجستشر تقریبا با شاید یک سوم یک دوم قیمت. اما عطر آخر از برند سرجوف، سرجوف ناکسوس. تفاوت این وانیل با وانیل قبلی اینه که این وانیل در بستر فضای تنباکوی قرار داره، یه حس شاید شیرینی از وانیل با تقریبا تلخی تنباکو ترکیب شده، یه حس خیلی جالبی میتونه داشته باشه. این عطرم یونیسکسه و خب بیشتر احساس میکنم آقایون با این سبک خیلی خوب ارتباط برقرار میکنن. ناکسوس یه بیسات خیلی خوبی داره، یکی از میشه گفت متفاوت ترین عطرهای تنباکویی، همون بستر وانیله خیلی متفاوتش کرده. خب این 6 تا عطر بود از فضای وانیلی که این مقدار به نسبت وانیله متفاوتی هستن. حالا شما هم اگر از فضای وانیلی عطر رو تست داشتید حتما داخل کامنت ها بنویسید تا ببینیم که چه حس و حال وانیلی دیگه شما از عطر گرفتید. خیلی ممنون، تا یه ویدیو دیگه و یه معرفی دیگه از خلیفه‌چی، فعلا خدا نگهدارتون.